تردیدی در این نیست که پوزیسیون و اپوزیسیون در یک جامعه در حقیقت لازم ملزوم یکدیگر هستند. از یک سوی پرورده زمینه و عرصه فرهنگی و داده های اجتماعی هستند. ببینید این درست است که اپوزیسیون در پایان، یعنی در 5-6 سال قبل از انقلاب، به افراط‌گرایی مطلق افتاده بود و به ویژه جنبش جوانان، تحت تاثیر جنبش جوانان جهان، به سوی در واقع دگرگونی به مفهوم سرنگونی بود، به مفهوم انقلاب بود. این درسته، اما یک طرف قضیه هم در حقیقت خود نظام پادشاهی بود. ببینید در اونجا در حقیقت هیچ نوع اپوزیسیون رو نمیپذیرفتن، حتی احزاب بلا قربانگو رو اونطور که باید و شاید گوش شنوا نسبت به اونها داشتن. حتی وزیرانی که در مملکت ایران در دوران محمد رضا شاه روزها شریک قدرت بودن، شبها در تنهایی خودشون همون نظامی رو که فرمان روایی از بالا میشد به مسخره میگرفتن یا به انتقاد میگرفتن. یعنی امکان به اصطلاح بازگوی انتقاد نبود در اون جامعه و امکان رشد آزاد یک اپوزیسیونی که تحمل داشته باشه، آگاهی داشته باشه به اینکه تخریب یک جای یک نظام کاری رو نمیتونه به انجام برسونه. ببینید شما فقط دقت کنید یک لحظه، در دوران محمد رضا شاه بسیاری از نهادهای مدنی جامعه ایران حق سخن نداشتند. از کانون نویسندگان ایران بگیرید که اجازه فعالیت رسمی تا آخر بهش داده نشد، کانون وکلای دادگستری بگیرید، روشنفکران بگیرید، حتی در اون مملکت دو تا نامه‌ای که آقای دکتر سید جوادی نوشت، اینا که قبل از جریان به اصطلاح براندازی و رادیکال بود، پاسخی دریافت نکردن. پاسخی که در واقع انتقادهای روشنفکران ایران دریافت کرد این بود که گفتن هر کس نمیخواهد مثل ما فکر کند میتواند گذرنامه بگیر از مملکت. ببینید به قول معروف میگه شاه بخشیده شیخ علی خان نمیبخشه. زمانی که خود امریکا خانم اولبرایت قبول کردند که کودتای 28 مرداد در ایران یکی از اشتباهات سیاست امریکا بوده، به نظر من دیگران بس کنن. اگر میخوان این قضیه پایان پیدا کنه و برویم به سوی نگاه به آینده کشور و اینکه چه باید بر آینده کرد، در این یه مورد دیگه چانه نزدن. من فکر میکنم در بحث بعدی، در ساعت بعدی، من خواهم پرداخت به اینکه چگونه شد که حتی جنبش جوانان به این نورادیکالیزم رفت، در حالی که در و قبل از این داستان همکاری بود بین همین جنبش دانشجوی خارج کشور، دانشگاه های ایران و دولت و وزارت فرهنگ. بعدا یواش یواش کار به اینجا رسید که در واقع فرمان روایی توام شد با تک صدایی. علل دیگر انقلاب ایران داشت. یکی از عللی که به نظر من منجر به قیام 22 بهمن شد این بود که رژیم شاه که همواره اصولا سلطنت در ایران یکی از پایگاه‌ها و تکیه‌هاش روحانیت و نیروهای سنتی بودند، با اصلاحات ارضی من فکر می‌کنم که روحانیت خودش رو از سلطنت دور کرد، چه که خب اصلاحات ارضی برای مدرن کردن یا مدرنیزاسیون جامعه بود که حالا به چه نتیجه رسید من به اون نمیپردازم، ولی یکی از تکیگاه های نظام سلطنتی در ایران که روحانیت بود جدا شد و سر به مخالفت برداشت. دیگر مسائلی که به نظر من منجر به جدایی بخش های بزرگی از مردم شد، یکی تصویب قانون کاپیتولاسیون، یعنی این که اگر مستشاران آمریکایی در ایران جرمی به وجود آوردن در محاکم ایرانی محاکمه نمیشن، در محاکم خاص خود آمریکایی‌ها با قضات آمریکایی. خب این هم به نظر من باز یک زخمی بود بر وجدان عمومی ایرانی‌ها که استقلال طلب بودن، که حالا استقلال ما به باد رفته. این و مسائل دیگری مثل فرض بگید عدم آزادی‌ها، نبود احزاب، فقدان احزاب، به نظر من تمام اینها دلایلی بودند که زمینه‌هایی برای انقلاب درست کردند. فضای نارضایتی عمومی روز به روزم به نظر من گسترده‌تر می‌شد. ما نمی‌توانیم بگوییم که این زمینه‌ها نبوده، انقلاب ناگهان آمده. و طرف مقابل که حکومت پادشاهی بود، مقابل هر نوع اصلاحاتی با مشارکت مردم ایستاده بود. من فکر می‌کنم این جمله لنین درسته که میگوید زمانی انقلاب رخ میده که در حقیقت بالایی ها نتوانند و پایینی ها هم نخواهند.